نقش علمایدین برای کشاندن طالبان به گفتگوهای صلح در کشور مهم است. والی هرات که در مراسم فراغت بیش از 1000 تن از یک دارالعلوم در این ولایت صحبت می کرد، می گوید که با اشراک علمایدین گفتگوهای صلح نتیجه خواهد داد. در همین حال شماری از فارغان این دارالعلوم از خانواده ها می خواهند که از فرستادن جوانانشان برای فراگیری علوم دینی به کشورهای همسایه جلوگیری نمایند. نصر احمد صالحی با جزئیات بیشتر. بیش از 1000 تن پس از فراگیری آموزش های دینی از صنف های 12 و 14 از دارالعلوم عالی قیاسیه سند فراغت گرفتند. شماری از مقام های حکومتی و علمان دین نیز در این مراسم حضور داشتند. رئیس جمهور غنی در تماس تلفنی فراغت این شمار را تبریک گفت، اما بر نقش علمای دین برای پایان دادن به خشونت های جاری در کشور تاکید می ورزد. خون در بین مسلمان ها جایی ندارد. هیچ مسئله بوده نمیتونه که مسلمان با کشتن یک مسلمان دیگه یا به تخریب جای داد یا مخصوصا حمله بر اماکن مقدس ما و مساجد ما به خانقاهای ما به مدارس ما وادار بسازد. در همین حال والی هرات که در این مراسم سخنرانی میکرد از نقش پررنگ علمای دین در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان یاد کرد. این مقام محلی در هرات تاکید میکند که با حضور علمای دین در گفتگوهای صلح این گفتگوها نتیجه خواهد داد. در بین مخالفین مسلحه که در مقابل نظام قرار گرفتند به اینا باید رسیدگی شود، از نقطه نظر قرآن و حدیث، از نقطه نظر انعقاد پسندیده اسلامی اینا را به صلح دعوت بکنند تا نگذارید که نزدیک به 1020 تن به شمول 470 بانو پس از فراگیری علوم دینی از دارالعلوم عالی قیاسیه در هرات سند فراغت به دست آوردند. در همین حال مولوی خداداد سالی رئیس شورای علمای حوزه غرب کشور و رئیس دارالعلوم عالی قیاسیه می گوید با آغاز آموزش های دینی در این مرکز آموزشی از رفتن جوانان برای فراگیری علوم دینی به کشورهای همسایه جلوگیری شده است. من یک چیز واضح است که قبلا ما عرض کردم پیشتر که شاگردای ما می رفتن به خارج با افکار مختلفی پس به افغانستان می آمدن و امروز اینا با افکار اسلامی، با افکار دینی، با افکار ملی، روشنفکر، دانشمند در اینجا تربیه می شود. در همین حال شماری از فارغان این دارالعلوم از خانواده ها می خواهند که از فرستادن جوانانشان برای فراگیری علوم دینی به کشورهای همسایه جلوگیری کنند، چون به گفته آنان برای بیشتر این جوانان در مراکز دینی بیرونی به جای علوم دینی فعالیت های تروریستی آموزش داده می شود. از اینکه به خارج برن سر اونها کار بشه، پس خواهش ما این است که اونها رجوع بکنن به این مدرسه دینی و از این نعمت عظیم و بزرگ الله سبحانه و تعالی برخوردار بشه. ما چی نیازه که ما به پاکستان و یا به ایران یا مغزهای ما شستشو بشه به کشورهای بیگانه؟ الحمدلله اساتید عالم ما داریم. دست دشمن علیه ما کار میکنه، شاد علیه بعض از طلاب بر مغز شستشو بده، خلاص این که فکر رو تغییر بده. رفتن جوانان به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان برای فراگیری علوم دینی همواره نگران کننده بوده است. گفته می شود خیلی از این جوانان در مراکز دینی پاکستان حملات انتحاری فرا می گیرند و برای انجام رویدادهای هراس‌افکنانه به افغانستان فرستاده می شوند.